نخست سرخط خبرها. کرونا در هرات کماکان پرشتاب. در 24 ساعت گذشته 33 مورد تازه به ثبت رسید. سایه سیاه کرونا در هرات قربانی می‌گیرد. فعالان مدنی تاکید بر مدیریت درست برای مقابله با این بیماری دارند. تلفات سنگین طالبان در بادغیس در نتیجه عملیات هوایی در آبکمری دست کم 20 پیکاجوی طالب کشته شدند. چرخه انتشار کرونا در افغانستان سرعت گرفت. در 24 ساعت گذشته آزمایش 172 نفر مثبت گزارش شد. 64 سمپل مشکوک مورد آزمایشات لابراتوری قرار گرفت که از او جمله 172 با رویداد مثبت ثبت شد. و خبر دیگر این که به نظر می رسد آمریکا با یک بحران اقتصادی مواجه شده است. پیامد های شیوع ویروس کرونا فکر می کنم بدترین شوک منفی است که به اقتصاد ما وارد شده است. بینندگان گرامی سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. ریاست صحت عامه هرات از ثبت 33 مورد تازه مبتلا به ویروس کرونا در این ولایت خبر داد. محمد رفیق شیرزی سخنگوی ریاست صحت عامه هرات میگوید که در 24 ساعت گذشته 113 نمونه مورد آزمایش قرار گرفت که از این میان 33 مورد آن مثبت شناسایی شده است. به گفته ای وی این ارقام شامل 23 مرد و 10 زن می باشد. سخنگوی ریاست صحت عامه می افزاید که شمار مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در هرات به 423 نفر رسیده که از این میان 10 نفر جان باخته و بیش از 100 نفر هم درمان شدند. نمایندگی صلیب سرخ در هرات اعلام کرده که به منظور مقابله با ویروس کرونا برنامه‌های خود را آماده خواهد کرد. محمد صلاح رئیس نمایندگی صلیب سرخ در هرات در دیدار با مقام‌های محلی هرات تأکید کرده است که این سازمان جهانی برای جلوگیری هرچه بیشتر از انتشار ویروس کرونا با ادارات زیربط همکاری می‌کند. به گفته آقای صلاح، صلیب سرخ در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا، اطلاع رسانی پیرامون خطرات آن و چگونگی جلوگیری از انتشار هرچه بیشتر در سطح ولایت برنامه‌ریزی کرده است. فرماندهی پلیس هرات اعلام کرده است که یک فرد را به اتهام همکاری با مخالفان مسلح دولت در این ولایت بازداشت کرده است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات میگوید این فرد پس از شناسایی توسط نیروهای امنیتی در ولسوالی پشتون زرقان این ولایت گرفتار شده است. آقای ولیزاده در ادامه تاکید ورزیده است که فرد بازداشت شده ساکن ولایت بادغیس بوده که در این ولسوالی با مخالفان مسلح دولت همکاری کرده است. فعالان مدنی در هرات دولت را به ضعف مدیریتی در راستای مبارزه با ویروس کرونا متهم می کنند. سید اشرف سادات فعال مدنی در هرات به تلویزیون چکاد می گوید در حال حاضر مردم ترجیح می دهند تا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا بمیرند، اما نه به دلیل فقر و گرسنگی. او می افزاید از طرف دیگر عدم تشخیص دقیق افراد مبتلا به ویروس کرونا سبب شده تا این بیماری بیشتر انتشار پیدا کند. این فعال مدنی تاکید دارد اگر این ضعف مدیریت و بی برنامگی ادامه یابد، امکان دارد بحران کرونا تلفات زیادی از مردم افغانستان بگیرد. نصیر احمد فرهمند کارشناس اقتصادی در هرات میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان بدترین وضعیت ممکن خود را تجربه میکند. به نقل از خبرگزاری اسنا، آقای فرهمند گفته که اقتصاد افغانستان در وضعیت اسفناکی به سر میبرد و بدون تحقق صلح و ثبات دائمی نمیتوان از این بنبست خارج شد. به باور او اقتصاد هر کشور رابطه مستقیمی با اوضاع سیاسی و امنیتی آن کشور دارد و آشفتگی نظام سیاسی در افغانستان مردم را از نظر اقتصادی با دشواری‌های بسیاری مواجه ساخته است.
در نتیجه عملیات هوای نیروهای امنیتی در بادغیس تلفات سنگینی به پیکارجویان طالب در این ولایت وارد شده است. مقام‌های محلی بادغیس می‌گویند که این عملیات به هدف آماج قرار دادن مخالفان مسلح دولت در ولسوالی آبکمری این ولایت را اندازی شده بود. بر اثر این عملیات نیروهای امنیتی نزدیک به 20 پیکارجوی طالب کشته شدند. همچنان در جریان این درگیری که به مخالفان مسلح ضربه مهلک وارد شده است، دو نیروی امنیتی نیز زخمی شدند. پیکارجویان طالب هر از گاهی در بخشهایی از ولسوالی آبکمری حملات را انجام می‌دهند که ظاهراً با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه می‌شود. وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده که در جریان 24 ساعت گذشته 172 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا در کشور ثبت شده که بیشترین آمار ابتلای روزانه تاکنون بوده است. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت در یک نشست خبری گفت با احتساب موارد جدید مجموع افرادی که در افغانستان به این بیماری مبتلا شدند به 1703 نفر رسیده است. 24 ساعت گذشته 604 سمپل مشکوک مورد آزمایشات لابراتوری قرار گرفت که از او جمله 172 با رویداد مثبت ثبت شد که با ثبت 172 رویداد مثبت تعداد مجموعی واقعات مثبت به 1703 مورد رسید که در ولایت بلخ 34 رویداد مثبت، هرات 33، کابل 27، قندهار 21، پکتیا و بغلان هر کدام 8 رویداد مثبت، کندوز 7 رویداد مثبت، سرپل و غور هر کدام 5 رویداد مثبت، سمنگان 4، نیمروز 4، ولایت های فاریاب، ننگرهار، لغمان و خوست هر کدام 3 واقعه مثبت. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که در جریان 3 ماه اول سال جاری میلادی 533 غیر نظامی بر اثر جنگ در افغانستان کشته و 760 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال دیو بورل وینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان از تمام گروه های درگیر خواسته تا از فرصتی که برای آتش بس جهانی مهیا شده است استفاده کنند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گزارشی را در مورد تلفات غیرنظامیان در جنگ منتشر کرد. یافته‌های یوناما نشان می‌دهد که در جریان 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 500 غیرنظامی به شمول 150 کودک در نتیجه درگیری‌های مسلحانه در افغانستان کشته شدند. یوناما در جریان 3 ماه اول سال جاری میلادی 1293 مورد تلفات غیرنظامیان را ثبت کرده است که شامل 533 کشته و 760 زخمی می شود. از سوی دیگر ثبت این شمار قربانیان تلفات سنگین برای غیرنظامیان توصیب شده و یوناما به ضرورت بیدرنگ حفاظت از غیرنظامیان تاکید کرده است. از این میان یوناما عامل 39% از تلفات غیرنظامیان را به پیکارجویان طالب، 13% آن را به گروه داعش و متباقی را به عناصر نامشخص مخالف دولت نسبت داده است. در این حال دیبوره لوینز نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که زنان و کودکان بیشترین تاثیرات خشونت را در جریان 3 ماه نخست امسال متحمل شدند. یوناما از اول جنوری تا 31 ماه مارچ سال 2020 میلادی 417 مورد تلفات کودکان شامل 152 کشته و 265 زخمی را ثبت کرده است. خانم لوینز از تمام گروه های درگیر خواسته تا از فرصتی که برای آتش بس جهانی مهیا شده است استفاده کنند. او تاکید کرده است که برای حفظ زندگی شمار زیادی از غیرنظامیان در افغانستان و امید دادن به مردم برای آینده بهتر مهم است تا خشونت با ایجاد یک آتش بس و آغاز مذاکرات صلح متوقف شود. اعضای شورای ولایتی فاریاب اعلام کردند که سطح فقر در این ولایت به شدت افزایش یافته و در این بین تداوم جنگ و ناامنی نیز کیفیت زندگی را به صفر نزدیک کرده است. عبدالاحد بیگ یکی از اعضای شورای ولایتی فاریاب به تلویزیون چکات گفته که برنامه‌های اداره محلی در راستای کمک به اقشار نیازمند نتوانسته کارایی خوبی داشته باشد. این شب و روزان شما آگاهی دارین که به خیلی از نقاط ولایت جنگ جریان داره. همه روزه ما کشته و زخمی فراوان داریم. بنان این ولایت که از ولایات یا مردمایش از مردمای زراعت پیش هستن و از این اواخر که یه بلای همگیر دامنگیری مردم شده بی فقر افزوده شد.
از طرف دیگه سر از هزار فاریابی که مصروف کار در ایران بودن، اینا پس از شیوع کرونا از اوجه اخراج شدن یا خودشان از ترس مصاب شدن به این مرض دوباره عودت کردن به خانهایشان. محمد اشرف خانی در پیامی به مناسبت هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین میگوید که مردم افغانستان جنگ و تباهی نه بلکه صلح و خوشحالی میخواهند. در این پیام که امروز به نشر رسیده، آقای غنی خطاب به پیکارجویان طالب گفته که صلح خواست جمعی مردم افغانستان است و مردم از هر گونه بهانه تراشی برای ادامه جنگ و شرارت افروزی نفرت دارند. او تاکید کرده که دولت افغانستان به این خواست مردم لبیک میگوید و برای برآورده شدن این خواست از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. به گفته محمد اشرف غنی، تا کنون نیز برای ختم جنگ گام های اساسی و عملی از سوی دولت افغانستان برداشته شده است. مسئولان شرکت برشنا میگویند که پایه منهدم شده در ولسوالی میربچه‌کوت و ولایت کابل تا 5 روز دیگر بازسازی خواهد شد. پایه لین برق وارداتی 220 کیلوولت در روستای میرزاخیل ولسوالی میربچه‌کوت و ولایت کابل از سوی افراد ناشناس منهدم شده است. شرکت برشنا اعلام کرده که کار روی بازسازی پایه منهدم شده آغاز شده و تا 5 روز دیگر تکمیل و برق مردم پایتخت وصل خواهد شد. در این حال مسئولان این شرکت میگویند برشنا در تلاش است تا برق مورد نیاز در کابل را با استفاده از منابع آبی تامین کند. وزارت امور داخلی افغانستان اعلام کرده که در یک سال گذشته توانسته 1170 تن انواع مواد مخدر را ضبط کند و شمار زیادی از قاچاقچیان را نیز بازداشت کند. محمد هاشم ارتاق، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، با اعلام بازداشت 204 نفر در پیوند با این موضوع تصریح کرد که شناسایی و ضبط مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته تا 9% افزایش یافته است. آقای ارتاق اعلام کرد 23 نفر از افراد بازداشت شده جزو قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در افغانستان بوده، 68 نفر در خدمات عامه کار می‌کردند و همچنین 69 زن، 9 کودک و 8 شهروند خارجی نیز در این کار دست داشتند. پس از آن که پیکارجویان طالب درخواست‌های مختلف داخلی و بین‌المللی برای اعلام آتش‌بس در ماه مبارک رمضان را رد کردند، در ریاست جمهوری افغانستان این گروه را به مسلمان کشی در رمضان متهم کرد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، میگوید با وجود درخواست ناتو، آمریکا، سازمان همکاری‌های اسلامی، عالمان دین در کشور و دیگر نهادهای بین‌المللی بر توقف جنگ، این گروه بر جنگ و خونریزی تاکید دارد. به گفته آقای صدیقی، دولت افغانستان تمام این خواسته‌ها را لبیک گفته است، اما پیکارجویان طالب حملات خود را در روزهای اخیر به مردم افزایش دادند. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. شمار بیشتری از ایالت‌های آمریکا آماده کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و بازگشایی تدریجی می‌شوند. همزمان با این، مشاور اقتصادی دونالد ترامپ ضربه ناشی از شیوع ویروس به اقتصاد را تاریخی توصیف کرده است. ایالت‌های بیشتری در آمریکا در حال حرکت تدریجی به سوی کاستن از محدودیت‌های اعمال شده و هدف مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا هستند. با این حال، دبورا برکس، هماهنگ کننده کارگروه مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا در کاخ سفید، میگوید مقررات فاصله گذاری اجتماعی باید دست کم تا پایان تابستان رعایت شود. دکتر دبورا میگوید هر ایالت با ایالت دیگر فرق دارد. او هم افزوده:
فاصله گیری های فیزیکی طی فصل تابستان باید پابرجا باشد تا در جریان گذر از این مرحله اطمینان حاصل شود که ما از یک دیگر محافظت می کنیم. در این میان یک مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور اقتصادی در مورد وضعیت اقتصادی ابراز نگرانی کرده است. کوین هسست مشاور اقتصادی دونالد ترامپ میگوید پیامدهای شیوع ویروس کرونا فکر می کنم بدترین شوک منفی است که به اقتصاد ما وارد شده است. ما شاهد افزایش بیکاری در سطحی هستیم که در حال رسیدن به دوره رکود بزرگ است. رویترز نیز در گزارش تحلیلی بیکاری در آمریکا را در حدود 16% پیش بینی کرده است. پیش از شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده بیکاری در سطح بی سابقه ای طی 50 سال پیش 3.5% رسیده بود. مشاور اقتصادی آقای ترامپ با ابراز نگرانی نسبت به این موضوع گفت: ممکن است نرخ بیکاری حتی بیش از 16% شود. فکر می کنم چند ماه پیش رو اوضاع وحشتناکی را شاهد باشیم. اعداد و ارقام بدتر از چیزی خواهد شد که ما تا به حال دیدیم. آقای هسست تأکید کرد برای گذر از این بحران و بازگشت خوشبینی ها به سیاست های خردمندانه و اساسی نیاز است. به گفته او مشاوران آقای ترامپ در حال آماده کردن 5 یا 6 ایده در مسیر کمک به اقتصاد برای ارائه به کنگره هستند. در پایان مرور دوباره بر سر خط خبرها. کرونا در هرات کماکان پرشتاب. در 24 ساعت گذشته 33 مورد تازه به ثبت رسید. سایه سیاه کرونا در هرات قربانی می‌گیرد. فعالان مدنی تاکید بر مدیریت درست برای مقابله با این بیماری دارند. تلفات سنگین طالبان در بادغیس در نتیجه عملیات هوایی در آبکمری دست کم 20 پیکارجوی طالب کشته شدند. چرخه انتشار کرونا در افغانستان سرعت گرفت. در 24 ساعت گذشته آزمایش 172 نفر مثبت گزارش شد. 604 سمپل مشکوک مورد آزمایشات لابراتوری قرار گرفت که از او جمله 172 با رویداد مثبت ثبت شد. و خبر دیگر این که به نظر می رسد آمریکا با یک بحران اقتصادی مواجه شده است. پیامدهای شیوع ویروس کرونا فکر می کنم بدترین شوک منفی است که به اقتصاد ما وارد شده است. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات بیننده برنامه های ما باشید. سپاسگزارم از اینکه بیننده خبرها از چکات بودید. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.